براش مبارزه میکنیم و به مورد اجرا میذاریم. اگر در 20 سال آینده قادر به این نبود که نیاز ملت ایران رو و روابط این ملت رو تعریف کنه و مشخص کنه و تکامل بده، بعد از 20 سال ما این رو تغییر میدیم. مقایسه کنید این قانون اساسی رو با مشروطه، مقایسه کنید با قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقایسه کنید با کشورهای پیشرفته جهان به لحاظ دموکراسی و به لحاظ آزادی و به لحاظ در واقع وضعیت اقتصادی، مقایسه کنید. اگر مشکلی بود با من مطرح کنید. هموطنان گرامی، به راستی هیچ چیز، هیچ اشکالی درش نیست. به قول معروف یک ضرب المثل داریم تو ایران، میگه نه دوک خوله نه دوک ریسه، آقا خوله که میرسه. البته میگن خانم خوله، ما میگیم آقا خوله که میرسه. هموطنان گرامی، شهامت مبارزه رو به راستی شما ندارید. تا در سیف ساید نباشید سخن نمیگید. خیالتون راحت شده که بیگانه ازتون پشتیبانی میکنه، حالا بیاییم بیرون. ممکنه که به قول معروف اگر بیایم از قانون اساسی انجمن پادشاهی ایران پشتیبانی بکنیم، مورد بیمهری خارجی و بیگانه قرار بگیریم. چه میگیریم؟ منتها جرأت میخواد. من آدمای دلاور میخوام، آدمای خردمند میخوام که بدونن که برای چیزی که مبارزه میکنن به دستش میارن، نه چیزی که دیگران فقط بهش در واقع وعده میدن. به دست نمیاد. رفراندوم کاری نمیکنه، کودتا در ایران کاری نمیکنه، اصلاح طلب در کنار رضا پهلوی کاری انجام نمیده، اتحاد تمامی احزاب خودفروخته و ایران فروش به راستی کاری انجام نمیده، زیرا که خانه از پایبست ویران است، خانه در بند نقف ایوان است، زیرا که اساس این در واقع تشکیلات اینها اساس غیر ایرانی است. در گام نخست زیر پرچم بیگانه قرار گرفتن هموطنان گرامی. سخن ما متفاوت، همه چیز رو با هم اصلاح میکنیم، قانون اساسیمون رو ارائه میکنیم، براش مبارزه میکنیم، 20 سال بر سر قدرت نگاهش میداریم. اشکال دارید با این قانون اساسی؟ بفرمایید. انتخاباتش پیشرفته تر از انتخابات تمامی کشورهای دموکراتیک جهان هست. امکانات اقتصادیش به راستی بالاتر از تمام کشورهای جهان، حتی کشورهای پادشاهی اسکاندیناوی هست. هم به تنان ایران آزادی های سیاسیش همچنین قابل مقایسه با هیچ کشوری در جهان نیست. به اضافه این، آنچه که من اعلام کردم هم به تنان ایران اینه که من ایران رو باز پس ایرانیان خواهم داد. راستی که این سرزمین در 1400 سال گذشته در اختیار ملت ایران نبود، صاحبان بیگانه داشت، صاحبان عرب نسل به نسل به هم تحویل دادن، صاحبان مغول، خانهایی که تو این دهات هستن همه مغول، هم وطنان ایرانی، نسل به نسل همه چیز رو به بچه هاشون دادن، تاتارها همینطور،
افشارها همینطور، قاجارها همینطور، نه که بگم اینا ایرانی نیستند، هستند، ولی اینا صاحب ایران نیستند. انجمن پادشاهی ایران گفتم که قصد لغو مالکیت خصوصی یا برنامه های کمونیستی یا مارکسیستی نداره. بنیان این سرزمین اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری آزاد خواهد بود، هموطنان گرامی، ولی در بند جامعه، در بند ایران، به راستی آنچه که ما میگیم با جهان متفاوت، در جهان که این سرمایه‌داری هرگز نبوده، هموطنان گرامی، آنچه که ما میگیم ایران بنیادش هست. میتونید برای چنین مقوله‌ای، برای چنین هدفی مبارزه کنید؟ من میتونم شما رو رهبری کنم. من میتونم به بیگانه نه بگم، هموطنان گرامی، به راستی میتونم، زیرا که ژن کوروش رو دارم، ژن دیاکو رو دارم، به راستی دارم، ژن هوبخشفر رو دارم، هموطنان گرامی، ژن شاه جهان داریوش رو دارم. نمیخوام شاه بشم، میخوام ملت ایران رو رهبری کنم به سمت شاهنشاهی ایران. فردا که وارد ایران شدیم شاهی در کار نیستم و تنام گرامی. ایران رو باید انجمن پادشاهی ایران رهبری کنه تا روزی که پادشاه ایران به راستی از سمت آفریدگار جهان به مردم ایران معرفی بشه، یعنی شخصی با خرد، توانایی، دلاوری، دانش. در مقابل شما خواهد ایستاد که نخواهید توانست بگید نه هموطنان گرامی. پادشاهی چیزی نیست که هر کس از گرد راه برسه و پادشاه یک سرزمین بشه، پادشاه سرزمینی که در واقع میراث کوروش و میراث داریوش و میراث هوبخشفر و میراث دیاکو هست. به راستی هر کس از گرد راه برسه نه امکانش رو داره و نه لیاقتش رو داره. انجمن پادشاهی ایران دوران پادشاهی پهلوی رو دوران انتقالی میدونه، هموطنان گرامی. انجمن پادشاهی ایران رضا شاه بزرگ رو و شاهنشاه آریامهر رو پادشاهان این سرزمین به راستی نمیشناسه و جزء سرداران ملی و سربازان این سرزمین مورد احترام قرار میده. در 1400 سال گذشته ایران شاهی نداشت که به رسمیت شناخته بشه. لطفعلی خان زن میرفت که کاری انجام بده و نتوانست. هموطنان گرامی، آنچه که ما میگیم متفاوت هست از سلطنت، از شاهی رضا شاه بزرگ، با تمام احترام من از شاهی شاهنشاه آریامهر، با تمام احترام من و درود بر این دو سرباز ملی و سردار ملی، براستی متفاوت است. پادشاه ایران تکیش بر ملت ایران در گام نخست هست، با هیچ کشور دیگانه‌ای زد و بند نخواهد کرد، با هیچ همپیمان داخلی زد و بند نخواهد کرد، از حقوق اساسی ملت ایران دفاع خواهد کرد، از حقوق اساسی تمامی ایالات ایران دفاع خواهد کرد. هموطنان گرامی، متفاوت هست با پادشاهی پارلمانی، متفاوت هست با سلطنت خودکامه، متفاوت مشروطه.